سردردی چی هست؟ چرا سر ما میکنه؟ اصطلاح سردردی یک اصطلاح درست است از نگاه طبی یا خیر؟ بله سردردی در زبان دری بر سردردی و در زبان طبی او همچنان به انگلیسی برش هدیک میگن که این سردردی منچه های بسیار زیاد داره که انسان را ناراحت کننده می ساز گاهی اوقات خود فشار داخل قف یا فشار داخل دماغ وقتی که بلند میره این صورت هم سردردی پیدا میشه اما اگر ما توجه به حالات عموم کنیم چرا که بعضی اوقات میشه که فشار داخل قف یا داخل دماغ یا خود رس بلند نشده باشه اما سردردی پیدا میشه چون علت های گوناگونی داره و چون ماه مبارک رمضان است و در ماه مبارک رمضان اکثریت اوقات اکثریت مردم شکشاکی شاکی از این که نا سردرد هستن یکی در ماه مبارک رمضان است و یکی در طول سال است و یکی بعضی اوقات هم سردردی ارتباط میگیره با سردردی های موسمی که در کدام موسم زیاد بیشتر سردرد میشه و در کدام موسم کمتر اولا میایم در رابطی که ماه مبارک رمضان است و اکثر اوقات مردم روزه دار روزه میگیرند و باز اوقات چون ما در افغانستان زندگی میکنیم و روز به روز ما میبینیم که تکالیف میده روز به روز بیشتر شده میره اسید <تصفح> میتا و او علت زو همین می است که ما در غذاهای خود مراعات نمیکنیم کنیم و غذاهای تغذیه ما نادرست است و از غذاهای استفاده میکنیم که او باعث تقریب غشای مخاطی میده ما میشه مانند مسائل اجاد شد مانند آبهای گازدار شد چیزا شد وقتی که یک انسان روزه میگیرد در وقتی روزه میده در, طول روز 12 ساعت خالی می باشه و در این اوقات است که اسید میده کم بیشتر افراز میشه و همچنان چون عصب اسمپاتیک و پاراسمپاتیک خود میده را تاسیب نموده بالای زی فشار میره و چون خود زنمی وجود انسان مانند یک زنجیر است و یک عضو ارتباط داره با عضو دیگر چون سرزی عضو فشار می این ارتباط مستقیما میگیره با دماغ و وقتی که با دماغ ارتباط میگیره انسان سردرد سردردی ساز میکنه و یک فشار و یک حتی قدر سردرد میشه که می وینه ها چاکی و در فقان و ناله میشه یک مثلا و مسئله دومی زی سردردی در وقت خصوصا در تکالیف میده وقتی پیدا میشه که کسایی که یک میکروب به نام و بکتر پایلوری یا که حالا فعلا رایج بسیار زیاد است در مردم میگه میکروب میده دارم این دمی میکروب میده در کشور ما به ها زیاد شده و اچ پایلوری زیاد شده و هر اگر ما نفوذ ده هر کسی را ببینیم در هر نوم یا دام نفر یک شخص مثلا آب و او هم اچ به خاطر میشن که چون تغذیه ما درست نیست نه نی آب آشامیدنی ما پاک است و نه غذای ما پاک است و نه سبزیجات ما پاک است و نه میوه‌جات اگر اینا را ما به خانه میاریم و میخوایم که صحیح به شکل صحیح چون او هاف ملوث است پس باز ملوث شد به این خاطر است که روز به روز اینمی امراض گوناگون مان یکی از از امراض که بیشتر شده میره و این است که باز هضمیت بر هم می سازه خود سیستم هضمی را ناقص می سازه و وقتی که ما غذا می خوریم در وقت غذا خوردن میده دمش میکنه و در بازگاه گاهی اوقات سالات و گاه اوقات قبضیت ای باعث زی میشه که سردردی پیدا چون در این اینجا اوقات بعض اوقات نفخ بسیار تشکیل میشه و این نفخ باد باعث منتج با ای بی اس ایریتیبل یا تحرکیت مرو سندرم میشه می که وقتی که نفخ و بسیار زیاد تجمع کرد و اخراج نمیشه این باعث زی میشه که چون بدن یک مانند دیگه با یک دیگه ارتباط داره باعث سردردی شوه و سردردی دیگه ایجاد کنه چیزی دیگی که در خود میده است اوی است که خود تغذیه ما اکثرا صحیح نیست باز اوقات در ماه مبارک رمضان مثلا ما سر شام وقتی که افتار میکنیم بعد از افتار نماز تراوی میخوانیم خب معمولا وقتی که میخوابیم ساعت 11 تا 12 میشه قبل از اینکه ما میخوابیم ما از چای سب زیاد استفاده میکنیم و به این مفکوره هستیم که ما تشنه هستیم و تشنگی ما رفع در حالی که اونجا در خود چای نیکوتین است و ای باعث بیخوابی ما میشه از یک طرف ماه مبارک رمضان ساعت 11 12 خب میخوابیم با ساعت دو بیدار میشیم با افطاری باز افطاری یک بار دیگه میگیم خوب چای زیاد بنوشین تا در طول روز ما تشنه نشیم در حالی که اینمی نیکوتین که است مدرر است مایعات وجود کاهش میته و وقتی که مایعات وجود کاهش یافت از یک طرف خود کاهش مایعات وجود باعث سردردی میشه و از طرف دیگه یکی از طرف شام ما چای سبز خوردیم مقدار اونجا خواب ما راحت شد باز در افتار پس خواب ما پوره نمیشه وقتی با یک انسان هفت الا هشت ساعت خواب ضرور است که مغزی زون آرام باشه و تمام متابولیسم در وجود انسان که صورت میگیره در حالت نرمال صورت بگیره پس وقتی خواب ما خراب میشه و ای بی خوابی در ماه مبارک رمضان اکثرا باعث گنگسیت و باعث سردردی میشه یک علتش هم اینه نیست. چیز دیگه ای که در خود سردردی در ماه مبارک رمضان بسیار رول داره او هم از از غذاهای گوناگون مثلا یک کسی در وقت افطار خصوصا از پیکاورا از سموسه از روغن های بسیار چرب استفاده میکنن که اینی غذاها بعضی اوقات میشه که باعث افراط وزن ما و هم ازدیاد وزن ما و همچنان باعث فرط فشار خون ما میشه که وقت فشار خون بالا میره این معمولا در داخل دماغ یا در خود خود و یا فشار و ای سرکولیتری سیستم یا امی جریان خون صحیح به شکل صحیح نمیرسن که در اینجا است که انسان وقتی که فشارش بلند بلند میره سردردی و گنگسیت احساس میکنه حتی بعض اوقات وقت سردردی به حد زیاد میشه که تهوع احساس میکنه و دلبدی برشان پیدا میشه که یکی از علت هایی که در ماه مبارک رمضان بیشتر پیدا میشه ای است اما علت های دیگری بسیار زیاد است از سردردی خصوصا که بدون بدون که مردم ماه که رمضان باشه ها در ماه مبارک رمضان یک چیز دیگه هم که فراموش ما شد او هم باعث سردردی میشه او است که ما در طول روز وقتی که ما 12 ساعت غذا نمیگیریم این به این معنی است که شکر خون ما کاهش پیدا میکنه و این شکر خون که وقتی کاهش پیدا میکنه این در اصطلاح طبی برزی هایپوگلایسمی گفته میتونیم که این وقت هم یک سردردی گنگسیت اثر سر انسان ما و انسان یک قسم خواب بردگی می مثل که کسایی که مثلا خصوصا اطفال یا نوجوانایی که به مکتب میرن در ساعت 12 دو ساعت دوازده بله. روز اینا گرس میشن و یک قسم سرگنگس و سردردی احساس میکنن و وقتی یک چاکلیت نوشی جان میکنن پس سردردیشان مرفوع میشه و برطرف میشه او هم یکی از علت های چیز یا شکر شکر, شکر خونشان کاهش پیدا میکنن بله. چون در ماه مبارک رمضان 12 ساعت میده خالی خالی می میباشه از اون خاطر است که شکر خون پایین میره و این هایپوگلیسیمی باعث زی میشه که یا یک قند که قند خون وقتی کاهش پیدا کرد باعث سردردی میشن بله. اما بدون ماه مبارک رمضان در ما ماهای دیگر هم سردردی پیدا میشه